علایالدین بروجردی میگوید توافق جمهوری اسلامی با آمریکا دور از ذهن نیست رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران پایگاه خبری وابسته به نهادهای امنیتی مستقر در صدا و سیما با اشاره به سه دوره سابقه مذاکره مستقیم ایران و آمریکا در خصوص عراق این توافق را در آینده و مشروط به صداقت آمریکا دانست صداقت طرف آمریکایی عبارتی است که در روزهای اخیر دیگر مقامات ایران از جمله علی اکبر صالحی وزیر خارجه نیز به آن اشاره کرده است طرفین احساس می‌کنند آمادگی ایجاد شده برای یک نوع برون رفت و این چی که آمریکایا این اواخر اعلام آمادگی کردن برای گفتگو اینها یه مقدار این اعلام آمادگیشون با گذشتن فرق میکنه. مقام معظم رهبری هم رحبرین برای ما روشن فرمودن گفتن هر موقع این نیت اینها برای ما احراز شد که صادقانه هست نیتشون نیتی است که صادقانه است و دیگه قصد اون رفتارهای پیشین خودشون رو ندارن ما میشونیم بررسی میکنیم اما آیت الله علی خامنه ای صداقت مورد اشاره را به برداشتن تحریم ها و پذیرش نقش ایران به عنوان قدرت منطقه ای معنا می کند. وانمود میکنم در تبلیغات که اگر ایران بنشینه با آمریکا سر میز مذاکره تحریم ها برداشته میشه اینم دروغه هدفشون این است که با وعده برداشتن تحریم ها ملت ایران رو وادار کنن که اشتیاق به مذاکره با آمریکا پیدا کنه مذاکره یعنی بیایید شما حرفای ما رو قبول کنید تسلیم بشید تا ما تحریم ها رو برداریم موضوع منفعت ایران از عادی روابط با آمریکا و غرب پیش از این نیز از سوی بسیاری از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی مطرح شد اما آیت الله علی خامنه ای با اعمال سیاست های ویژه هر گونه تصمیم گیری و یا اظهار نظر در این حوزه را مشروط به تایید رهبری کرد. اعلام احتمال توافق ایران و آمریکا از زبان مسئولین ستون میانی حکومت پس از مذاکره هسته‌ای به گفته مقامات ایرانی موفقیت آمیز در قزاقستان این احتمال را تقویت می کند که بحث منفعت مذاکره و توافق ایران و آمریکا پس از عکس نظر مساعد آیت الله علی خامنه‌ای به عنوان سیاست آتی جمهوری اسلامی از زبان مسئولین ستون پایین حکومت طرح شود. ابراز تمایلی که پیش از این از سوی آمریکا تر اما از سوی ایران به دلیل تأثیر پذیری سیاست ها از ایدئولوژی های اسلامی انقلابی رد شده است. احمد باطبی، صدای آمریکا.